دوستان، حمله نظامی اسرائیل به یک پایگاه محرمانه سپاه در فرودگاه حمص سوریه که به تلافی حمله شیمیایی اخیر منتسب به نیروهای دولت سوریه در شهر دوما صورت گرفت، تعدادی از نفرات سپاه را که در این پایگاه فعالیت داشتند از پا درآورد. گزارش ها در مورد چگونگی حمله و شمار واقعی تلفات ایرانی این حمله ضد و نقیضه. یک منبع سوری و وزارت دفاع روسیه گفتند که حمله هوایی به این پایگاه توسط جت‌های جنگنده F-15 اسرائیل و از حریم هوایی لبنان صورت گرفته. در ابتدا گفته شد که 14 نفر از جمله 4 ایرانی در این حمله کشته شدند. بعداً تسنیم شمار کشته شدگان ایرانی را 7 نفر اعلام کرد. در این میان آمد نیوز به نقل از آنچه منابع خبری خودش در نیروی قدس سپاه خونده، میگوید که 17 نظامی سپاه در حمص با فروختن اطلاعات توسط یک سردار ارشد سپاه به اسرائیل و بمبگذاری کشته شدند. به نظر میرسه که هم آمریکا و هم حداقل دو متحد اروپاییش فرانسه و بریتانیا آماده تلافی جویی نسبت به این حمله شیمیایی شدند و ترامپ در یک توییت به روسیه هشدار داده که آماده پرتاب موشکهایی به سوی متحدش سوریه باشد. روح الله، از هویت سردار ارشد سپاه که میگویید این اطلاعات رو به اسرائیل فروخته و در این بمبگذاری دست داشته، عامل بمبگذاری در واقع بوده، چه اطلاعاتی داریم؟ ببین، من از اونجایی شک کردم که وقتی اگه حمله هوایی انجام شده باشه یا موشکی هم حمله انجام شده باشه توی اون سوله ای که خود خبرگزاری رسمی ایران عکسش رو منتشر کردن، این سوله سقفش سالمه، دیوارش سالمه، کفش سالمه و حداقل این که اگه حمله موشکی انجام شده باشه، موشکی که به زمین اصابت میکنه بین 7 متر تا 8 متر حفره ایجاد میکنه. خب اینجا این اتفاق نیفتاده بود و اصلا همه چی سالم بود. من از تو منابعی که توی سوریه داشتم تحقیق کردم و اونها گفتن اصلا نه بحث حمله موشکی بوده نه بحث حمله هوایی بوده. اینجا یک سردار ارشد سپاه که تو سپاه حفاظت ولی امر هست، که حالا اسم حالا مستعارش رو میگم، سردار حسین مشهور بوده توی اون نیروها و اینا، اون یه فروش اطلاعات میکنه به اسرائیلیا و میگه که این پادگاه یه پایگاه محرمانه بوده توی فرودگاهی که تو حمص بوده و هیچ کس هم نمیدونسته. این پایگاه رو نیروهای روسی هم توش بودن. 5 روز قبلش FSB روسیه هشدار داد که روسها نیروهاشون رو خارج کردن ولی به ایران نگفتند که احتمالاً حالا چه اتفاقی قراره بیفته. این یه بمبگذاری بوده که توی اون مجموعه انجام شده و عاملش هم بازداشت شده، همون سردار حسین، و چون حملات حالا پرواز هوایی و اینا نداشته تو این چند روزه به سمت تهران به جز یه پروازی که ولایتی کرده، مثل که قصد داشتن اینو ببرن سوریه بیروت و مکاتباتش رو انجام دادن، ببرن بیروت اونجا تحویل حزب الله لبنان بدن که بعد بیارنش ایران. حالا اطلاعات تکمیلیشو دارم رو بحث خبرش دارم کار میکنم، جزئیاتشو و جزئیاتشو به محض اینکه در بیاد منتشر میکنم. 17 نفر از سردارای سپاه اینجا کشته شدن. وزارت خارجه بیانیه دروغی که داد توش زده بود 15 نفر. تسنیم مثل که یه عددی دیگر رو گفته بود 14 نفر، اما تعداد دقیق 17 نفره که توش گردانهای فاطمیون هم بودن، افغانی‌ها بودن، افغانستانی‌ها بودن و ایرانی‌هایی که اونجا کشته شدن. رقم دقیق 17 است. حتی بعد از اینکه ما این خبر رو اعلام کردیم، فرمانده‌های قدس توی سوریه موبایل اون آدمایی که اونجا بودن، توی حمص بودن و جزء نیروی سپاه بودن، جمع‌آوری کردن و گفتن یکی از شما آمار دقیق رو با آمد نیوز داده و دارن بازجویی میکنن که ببینن چه کسی با من یا احمد نیوز ارتباط داشته، رقم دقیق. آیا مشخص است که در این پایگاه دقیقاً چی کار میکردن؟ فعالیت‌های راهبردی موشکی میکردن اینجا. نیروهای مهندسی و فنی سپاه اونجا بودن، نیروهای ارزشمند فنی سپاه اونجا بودن و کارای راهبردی عملیاتی و برای حملات موشکی و این کارا رو دقیقاً اونجا انجام میدادن. پایگاه عملیاتی محرمانه سپاه بوده. واکنش سپاه چی بوده؟ معمولاً اینا میان همیشه توییت میکنن، آقای محسن رضایی دم به ساعت توییت میکنه، ولی در این مورد چیزی من ندیدم از
امثال رضایی. هیچی، به خاطر اینکه اسرائیل موضع‌گیری رسمی نکرد راجع به این، اسرائیل اصلا نگفت. اون خبری که منتشر شد به نقل از منابع سوری بود که سوریان خودشون نزدیک ایرانن، یه حس تنفر پراکنی نسبت به اسرائیل میخوان ایجاد بکنن تو داخل کشور که اسرائیل این 17 نفر رو کشته، در صورتی که اسرائیل نکشته. این یه بمبگذاری بوده که سردار ارشد سپاه که اتفاقا تو رده سپاه حفاظت ولیعهد هم داشته خدمت میکرده اونجا بوده و اطلاعات رو فروخته و اون بمبگذاری انجام شده. بمبگذاری هم بمبم خودش برده گذاشته، اصلا ربطی به اسرائیل نداشته. به خاطر سکوت سرداران سپاه، به خاطر همین. مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. این خواسته را ولی فقیه در دیدار با گروهی از مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی در رابطه با فعال شدن پیامرسان داخلی عنوان کرد. در گرماگرم قضیه فیلترینگ قریب الوقوع تلگرام، رهبر موقت از متصدیان کار در دولت و دستگاه قضا خواست تا مراقبت کنند حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند. خامنه این حرفا رو در واکنش به این زده که مردم نگران ناامن بودن شبکه های پیامرسان داخلی هستند و اینکه ممکنه مجبورشون بکنن که از پیامرسان های داخلی مورد تایید دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی استفاده بکنن. جالبه که خامنه ای در این سخنرانی مدعی ایجاد مطالبه عمومی برای پیامرسان داخلی شده و بعد هم گفته که این مطالبه به مطالبه عمومی تبدیل شده. یعنی در واقع اون چیزی رو که خود حاکمیت میخواد به مردم تحمیل کنه، یعنی پیامرسان مورد تایید دستگاه‌های اطلاعاتی، به نام مطالبه عمومی ازش نام میبره. رولا، فکر میکنی مردم فریب این حرف پوچ و غیر صادقانه ولی فقیر رو بخورن؟ نه، خب این دیگه وقاحت رو از حد گذرونده دیگه. آدم بی اعتبار، بی کاریزمای، بی پرنسیب، یعنی هر چی آدم راجبش بگه میگنجه، هر صفتی که راجب این آدم بگه. وقتی توی عید نوروز میاد میشینه اونجا میگه که هر کسی گفته به خاطر آزادی بیان و نداشتن فلان افتاده زندان، دروغ میگه. خب دیگه بقیه حرفاش هم مشخصه، این آقا اصلا درجه فقاهت نداره که اصلا بخواد فتوا بده، یا همون درس معمولیش رو هم تو حوزه علمیه نتونسته تموم بکنه و نتونسته بخونه. من به نظرم مردم هوشیارتر از این هستن و میدونن که امنیتشون با پیامرسان داخلی از بین میره، به هم میخوره و برای خودشونه، یعنی چیزی نیست که اصلا به ما لطمه وارد کنه، به ما صدمه وارد کنه. ما برای حفظ امنیت مردم بارها هشدار دادیم، گفتیم که پیامرسان‌های داخلی مسئله ایجاد میکنه. همین دیروز یکی از حامیان احمدی نژاد یه توییت زد که پیامرسان سروش یک عضو یک کانال هوادار احمدی نژاد رو با 3500 تا عضو حذف کرد، اصلا حذف کرد کانال رو. و خب حالا بالاخره مطالبی که در میاد راجع به امنیت این پیام رسان و اینها، مثل این که رولا، من به نظرم مردم اعتماد نمی کنه. از اپستور هم حذف شده سروش، یکی اجا خوندم. بله، از اپستور هم حذف شده. یکی به دلیل امنیت پایینش بوده، یکی به دلیل اینکه محصول ایرانیه و ایران تو تحریم و رو اپستور نباید قرار بگیره. خب یه جلسه ای تشکیل شده، بس که کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی دیگه از کمیسیون ها با هم جلسه ای توامان داشتند و وزیر ارتباطات هم در اون شرکت کرده بود. حاصل این جلسه چی شد؟ آیا به تفاهم رسیدن که آیا تلگرام رو عوض کنن، به جاش یک پیامرسان داخلی بیا تلگرام فیلتر بشه کاملا؟ اینا آمدن چند تا پیامرسان رو معرفی کردن که ما همونها رو اتفاقا گفتیم، دو ساله داریم میگیم که این پیامرسان امنیتی سلام، سروش، بیسفون که بیسشون روی این ستاست و بعد موبوگرام فارسی، بعد آی گپ، بعد نمیدونم اینا رو آمدن طراحی کردن و بهش اضافه کردن. یه لیستی از پیامرسان ها در آوردن که این پیامرسان ها کاملا سروراش تو قرارگاه خیبره و اونجا رصد میشه مکالمات مردم و اینکه تفاهم وجود داره تو حاکمیت. مرد اینا که دعوا ندارن با هم، تفاهم تو حاکمیت وجود داره که این باید فیلتر بشه، منتها میخوان اول یواش یواش مردم رو سوق بدن به سمت این زیر ساخت هاشون رو درست بکنن، چون الان مثلا
پیام رسانه های داخلی حد اکثر تا 15 میلیون نفر رو میتونن ساپورت بکنن. خود تلگرام الان 40 میلیون فقط کاربر ایرانی داره. بله. میخوان یواش یواش این زمینه رو فراهم کنن، مردم رو سوق بدن، کسب و کارهایی که میگن رو تلگرام هست و اینا رو سوق بدن به سمت این پیام رسانه های ناامن و بیکیفیت، و بعد اون وقت بیان یه دفعه تلگرام رو فیلتر بکنن و همه رو بگن بیاین تو این. این پلنشونه که دارن این کار میخوان انجام بدن. یکی دو تا از نماینده ها حرفای زد و نقیزی زده بودن. آقای ذوالنور نماینده قوم گفته که به طور قطع با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام در آینده نزدیک، کمتر از 20 روز تلگرام فیلتر میشه. ولی یکی دیگر از نماینده ها، آقای نقوی، حسین نقوی حسنی، سخنگوی کمیسیون نقوی حسینی، حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، توییت کرده که مرجع فیلترینگ تلگرام مجلس و نمایندگان نیستند. به این ترتیب توپو انداخته تو زمین مرجع دیگری، میخوان بندازن گردن دولت، میخوان بندازن گردن روحانی، در صورتی که دستورش خود خامنه ای داده. ما خب علم الهدا تو نماز جمعه میگه دولت میخواد فیلتر بکنه، چرا میندازه گردن رهبری؟ دروغ دارن میگن، دستورش خود خامنه ای داده، ما تو برنامه قبلم گفتیم، و دولت هم داره حالا مقاومت میکنه. ولی اینکه بالاخره با این سیستم بلاکچینی که تلگرام داره میده، و دیروز هم باز تیزرش، یه تیزری مثل که باز راجع به این در اومد و اینا، کلا این مباحث فیلترینگ اساسا توی فضای مجازی، نه فقط تو پیام رسان تلگرام، یعنی کسی که تلگرام با سیستم بلاکچین رو نصب بکنه به تمام فضای مجازی بدون فیلترینگ دسترسی داره. یعنی حتی به سایت های خبری، حتی به سایت های مثلا سایت هایی که توی ایران اینا فیلتره، یا اصلا کارگروه تعیین مصداق اینا رو بسته، میتونه به همه اونها دسترسی خب این پیدا سیستم بکنه. بلاکچین کی فکر میکنی؟ طبیعی دیروز من یه تیزری دیدم مثل که تیزرش رو در اومده و الان دارن از بیسش، میدونی چون اصلا بیس بر اساس بلاکچین چیده نشده، بیس رو بعد یه برنامه نویسیشو دارن میکنن، دارن کاراشو انجام میدن، و همه این حرفا و این هزینه ها و همه این چیزا که بیارین رو سروش و ببرین رو پیام و نمیدونم اینا، همش مال دو سه ماهیه که اینا میخوان نفس بکشن. بعد از حالا شما خونه پرش رو حساب کن، تا دو سه ماه دیگه، سه چهار ماه دیگه این سیستم بیاد، یا حتی زودتر هم اگر بیاد، که خب اینا باید جمع کنن برن. بله. بساطشون. رولا، به نام علم الهدا اشاره کردید، نمیتونم به این مسئله نپردازم، و اون یک ویدیو کلیپیه که ازش دیدم، مثل که دیروز یا پریروز منتشر شده، نشون میده که آقای علم الهدا چجوری از شخص اول مملکت شاهنشاه آریامهر قدردانی میکنه در یک سخنرانی، فکر کنم در سال 1154 بوده، در حضور دی دیگر از آقایون معممین. یه جملهشو فقط میخونم و بعد میخوام این ویدیو کلیپ رو پخش میکنیم. میگوید در مقابل خدمات ارزنده و گرانقدر و ارزشمند همه جانبه ذات اقدس شاهنشاه آریامهر، سر تعظیم در این مکان مقدس فرود میآوریم. اینو چی میتونی توصیف کنی؟ ادبیات ادبیات علم الهداست، لفظ لفظ علم الهداست، تون صدا تون صدای علم الهداست. دقیقاً. ولی فقط یک جایی که چیز داره اینه که تصاویر جوانی علم الهدا، یا مثلا تصاویر میانسالی، شاید به خاطر اینکه زیاد در دسترس نیست توی اینترنت و اینا، یه ذره تصویره با این تصویره این نمیخونه. ممکنه هم از حالا چون از زاویه‌ای که داره دوربین رو میگیره ممکن، ولی تون صدا همونه، نوع ادبیات همونه، نوع سخنرانی همونه، همش همونه. ولی خب چون حالا اسمی تو اون فیلم نمیگه و اینا، ممکنه حالا یه سری بزنن زیرش و اینا. حالا بعد عکساشو یه ذره بعد تطابق بدم، من تا اونجایی که تطابق دادم دیدم میخوره. بله، تو سال 54 و تو اون سن و اینا میخوره. به نظر منم لحن صداش میخوره و چهرهش هم میاد که چهرهای جوانیاش باشه، میان سالگیش باشه. اصلا خطبه نماز جمعه میخونه انگار اصلا خود اینا الان داره حرف میزنه. خلاصه ریاکاری دیگه در حد اعلای خودشه. اون چیزی که روحانیت یکی از اقشار چاپلوس بود زمان شاه دیگه، زمان حکومت‌های قبلی اقشار دستبوس و چاپلوس و اینها بود زمان شاه، که حالا همین اقشار دستبوس و چاپلوس حکومت رو گرفت. در مقابل خدمات ارزنده و گرانقدر و ارزشمند همه‌جانبه ذات اقدس شاهنشاه آریامهر،
ارواح ناخدا سر تعظیم و تسلیم در این مقام مقدس فرود می آوریم. اگر بخواهم در این اندک زمان کلیه خدمات شاهنشاه را به ملک و ملت و روحانیت و دین و قرآن عرضه بدارم، زبانم از توصیف و گفتارم از تعریف عاجز است. باید دست تمنا به جانب سعدی دراز کنم که میگوید از دست و زبان کی برآید که از عهده شکرت شاهنشاها به در آید. من از طرف جامعه روحانیت برای عرض سپاس در انجام عالی ترین خدمت در مورد به دست آوردن تمامیت نفت و استیفاء واقعی ملت ایران از نفت و خلع ید کامل از کنسورسیوم به اینجا آمده ایم. دست نیایش به درگاه بی‌نیاز پروردگار در این مقام مقدس بلند می کنیم و عرضه می داریم پروردگارا، ذات اقدس اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر را از گزند کلیه حوادث ارضی و سمایی محفوظ و مستدام بدار. پروردگارا ولایت عهد عظما شهبانوی مملکت، خاندان جلیل سلطنت، ملت نجیب و شرافتمند و اصیل و شاه دوست و میهن پرست ایران، مملکت 6000 ساله و شاهنشاهی مقدس 2500 ساله ما را از گزند حوادث روزگار محفوظ و مسون و محروز بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.